یه مقدار مطالب های دیگه ای رو هم پیاده بکنیم. حالا من اینجا گرید سیستم رو ببینید، اینجا مثلا گفته یک از سه، دو از سه، سه از سه، اینا رو چجوری میشه در واقع پیاده کرد؟ ببینید یه موقع شما میخواهید که این دوتا مثلا چند تا اینجا الان سیکشن دارید داخل در واقع اینجا سیکشن دارید داخل این روتون، دوتا دارید دیگه که پنج به علاوه هفت میشه دوازده، میتونید بگید مساوی بشن، یعنی جفتشون کالم 6 بشن، اینم بشه کالم 6. حالا اگر Alt F2 رو بزنید ببینید جفتشو اندازه هم دیگه مقدار میگیره. خب یکی خیلی میخوام راحت تر بنویسه، بنویسه کل، اینم بنویسه کل. این کله یعنی چی؟ بازم یعنی همون بیا به دو تا قسمت تقسیم کنم. حالا اگه من بیام اینجا این رو مثلا کپی بگیرم بندازم زیر این، الان میشه 3 تا دیگه، درسته؟ میشه 12 تقسیم بر 3. نگاه کنین خودش در واقع هوشمند عمل میکنه، میگه خب 3 تا کالم داره، من 12 تقسیم بر 3 میکنم برکنم 4 تا. یه دفعه یکی دیگه شو من میگم، میگه خب من نمیخوام 4 تا باشه، من نمیخوام سایز بندی بکنم، میخوام اینا کنار هم دیگه قرار بگیرم و هیچ مشکلی هم نداشته باشه. ببین الان به 4 تا قسمت تقسیم میکنه، یعنی 12 تقسیم بر 4 میکنه. حالا یکی بعد میگم میگه آخه 5 تا باشه، خب 5 تا باشه، 5 تا رو وقتی میذاری یا 12 تقسیم بر 5 میکنه، حالا مثلا 2 ممیز خورده 2 ممیز 4 دهم در مثلا 12 تا میاد بهش میرسه. یعنی میتونی در واقع بیا اینجا از کالم استفاده میشه. خب اینم یه مدل. حالا یکی میگه من میگم میگه نه من دوست دارم این باشه 3 تا، این باشه مثلا 9 تا، میخوام مقدار بدم. خب معمولا هم کسی میخواد طراحی کنه به این شکل طراحی میکنه، حواستون باشه، یعنی نمیاد مثلا برگرده بگه کلا رو ول کنه، بگه کل ول کل ول، خب اینجوری باشه میشه 6 تا، یه 12 تقسیم بر 2 میشه میشه 6 تا. اینم منظوری که اینجا کل گذاشته منظور این بود که اینجا هم در مورد صحبت کرد، منم اینجا گفتم یا ادامه نمیدم در موردش. اینجا الان ببینید مثلا این رو گوشته کل، این رو گوشته کل، ببینید تو رو هم هستن ها، دقت بکنید اینا که تو رو هستن، این یک کل، این 6 و این هم یک کل. این کالم 6 یعنی 6 داره میگیره، این دو تای دیگه 6 تا میمونه که بین خودشون تقسیم میکنن، میشه این میشه 3 این میشه 3. ببینید چه شکلی میشه مثلا اگه بخوام پیادهش بکنیم، اگه بیام اینجا و یه سکشن داشته باشم که کلاس کل 6 رو داشته باشه و بی جی مثلا ساکسس، مقدار هلو ورد رو میذاریم اینجا و اینجا هم پی میذاریم لورن و لورن. خب الان بیام اینجا مثلا F5 بزنم، ببینید این وسطیه خودم گوشتن کالم 6، این دوتایی دیگه میبینید خودشون بین خودشون تقسیم کردن. خب خیلی خوبه دیگه، با یه فریمورک هوشمند داریم کار میکنید، خودش در واقع اینجا میذاره کالم 6، این دوتایی دیگه رو فهمید و اومد تقسیم بندی کرد. حالا یکی برم میگم نه من نمیخوام اینا کل مثلا اینجوری باشه، میخوام این باشه مثلا 4 میشه 4 6 10، این میخوام بشه 2. خب اون دیگه دست خودت دیگه، تو تعیین میکنی، من که تعیین نمیکنم، تو تعیین میکنی که چه شکلی باشه. این 6 این ور یه 4 سمت راستی در واقع 2 هستش، پس به این شکل هم میشه پیادهش کرد. من که اینجوری نمیخوام بشه افرج رو میزنم میام پایین. منظورش این بود مقادیر دیگه، حالا کل ال جی اینا بمونه، میام میذارم جلوتر در مورد صحبت میکنیم. هنوز اینو ببینم دیگه همین بود مقادیری که باید یاد میگرفتید. اینجا الان میبینید مثلا 3 تا 4 تا کل گذاشته و هر کدوم میبینید 3 تا میرسه، این 4 و 8 گذاشته مجموعش 12، همین رو گفتیم. اسم و اینا باشه، حالا میگم بهتون ببینم اینا چیه. اینا همونایی که میگفتم ND و اینهاست، گاتر هیچی، جلوتر میگم بحث هنوز چیزا رو مطرح نکرده بحث گاترا رو. اینم کالم ناست که گفتیم، خب بریم پایین ترا ببینم که همین چیزایی که میگفتم همون هاست، اومده مدل مختلف داره در واقع. بحث فلکس ها هستش که الاین آیتم سنتر ها که تو فلکس گفتم، اینا میبینین اینجا در واقع هنوز فلکس ها رو درس ندادم تو اینجا، اینا میبینی واسه سلف الاین رو داره، اینا رو همه رو گفتم، یعنی اینا براتون توی فلکس آشنا هستش، اینجا کلاساش هستش که میتونید استفاده کنید. حالت هوریزونتال الاین اینجاست، اینا اصلا بی خیال فعلا تا بهشون برسیم. اینا دیگه رو ببینم،
ری اوردرینگ اوردر میتونید برید مثلا اوردر 12 چه میدونم مثلا مقدار که اینجا هست مثلا اوردر یک اینا بماند به موقعش میگیم. آفست ها هم میگم امروز آفست ها هم نستینگ ها هم میگم تمام شد. خب تمام که شد منظوره که یه سری چیزاش رو الان میخواییم بگیم. اینجا پس اومدیم گفتیم که کالم مثلا کل 6 و کل. خب یه چیزی که خیلی خوبی که هستش این نها کنید الان این تو الان با این چیزی که تعریف کردی تو تمام سایز همه قدر ببین میبینید در واقع این سایز ها میاد این همیشه کل 6 خواهد بود تو تمام سایز ها ولی اینایی که مثلا کل گذاشتید یه مشکل داره از یه سایزی بیاد پایین تا جا نمیشه یعنی رب شد اومد الان نما 12 شد این 6 که هستش اینم 6 شد آب به این شکل شده. حالا میتونی خودتو تصمیم بگیری که چجوری درمیش بکنی ولی اگه اینجا به طور مثال اگه بیایی بگی کل 2 و این 6 8 الان اینم بگی مثلا کل 4 که میشه 12 دیگه تا آخر این که بیاریش بالا پایینش بکنی همه موقع خواهد میبینید این 4 این که تو هر سایزی این 6 این 4 این 2 اصلا شک نکنید و همیشه خواهد. پس من میتونم به این شکل اینا تعریف کنم ولی خب زشت دیگه اگه یادتون باشه من تو سایزهای مختلف مثلا این 6 بود این 4 بود این 2 بود خب من طبیعتا میخوام تا ال جی اینجوری باشه مثلا تو ام دی میخوام این 6 باشه این 6 باشه این بشه 12 چه جوری باید اینا رو تعیین بکنیم بریم در مورد اینها شروع کنیم بررسی کردن. خب نگاه کن اگه یادت باشه من توی مدیا کوئری هم اینا رو بررسی کردم XL رو گفتیم یعنی چیه؟ Unlimited تا 1200 پیکسل درسته؟ LG هستش مقدار در واقع 1200 تا 990 92 توی پیکسل MD یا Medium هستش 990 تا 768 ببخشید 768 تا 990 SM هستش 560 تا 768 و XSM هستش در واقع 0 تا چند 560 که فکر کنم بوتسترا 540 من 560 خودم در نظر میگیرم. خب این رو چیکار بکنیم اینجا رو ما الان ما تو این سایزه ما در واقع مقداری که اومدیم اینجا تعریف کردیم گفتیم کل خب کل 2 کل 6 و کل 4 کدوم یکی از این سایز هایی ببینید چیزی که اینجا این کل رو که دارید میبینید این کل که اینجا هستش یا این مقدار که هستش یعنی از مثبت بی نهایت تا صفر خب یه مقداری داره به نام کل که اینجا دارید میبینید از unlimited تو صفر میاد چکار میکنه این مقادیر همیشه دیگه ثابت میمونن یعنی الان اینجا شما نگاه کن کلت 6 تا کوچکترین مقداری که میبری همیشه کلت 6 خواهد یعنی اینجا دیگه آخرین مقداری که من میتونم بروز کنم اینجا کل 6 اینجا 2 اینجا 12 یعنی اگه مقدار کل استفاده کنی از مثبت بی‌نهایت تا صفرت خب که اگه میومدی اینجا مثلا 12 رو میزدی میومدی اینجا این مقدار رو میذاشتی خب خیلی راحت میشه اینجا تا صفر ببین هر کاریش میکنی دیگه همیشه این مقدار هست یه در واقع تا اینجا این مقدار رو شما خواهید یعنی همینجوری ما میام پایین به همیشه خب یا میتونی در واقع تو سایزهای دیگه حالا مثلا بیا برو تو مثلا گالکسی گالکسی میبینی در واقع داره به این شکل نمایشش میده حالا من که میخوام به این صورت بشه خب بیا به این شکل من چیکار کنم تو سایزهای دیگه بتونم مثلا مدلای مختلف ببینم نه کن وقتی ما میتونیم در واقع اینجا گفتم دیگه 5 تا سایز داریم دیگه کل مقدار داری XL آقا کل XL داری 1 2 3 4 5 6 تا حالا 12 تا مثلا در واقع 12 یه کل XL هم داری خب این کل XL چیه اگه اینجا کل XL در واقع قرار بدی همون کار چیز رو انجام میده کل همون کل رو انجام میده کل XL مقدار الان در واقع تقسیم میکنه چیکار میکنه جفتشون رو به 3 تقسیم میکنه ولی تا کجا تا سر نگاه کن تا زیر 1200 همین که به زیر 1200 مثبت بینه تا 1200 میاد به هم ریخت خب پس حواست باش یعنی اینجا پس من کل ایکسل قرار میده حالا اگه برگردم این کل ایکسل داش یا هایفن
کنترل اسپیس میگه دارن انتخاب کنم، میگه اولی 3 باشه، دومی 5 باشه، که میشه 8 مجموعش، بعدی هم میشه 4، میشه 12. یه F5 بزنی، البته قبلش یه F5 بزنی، نگاه کن الان این 5، این 3، این 4. نگاه کن این 12. حالا که بیا این به این سمت در واقع میریزه به هم. پس از مثبت می نهایت تا 1200 الان به این شکل. میام کنارش میگم حالا میخوام تو ال جی یه جوری دیگه ای باشه، میام برمیگردم یه کل داش ال جی، بازم این هم برمیگردم میام کل ال جی، کل داش ال جی و کل داش ال جی. میام اینجا یه رفرش میکنم. حالا توی ال جی نگاه کن، میخوام هر سه تاشو کنار هم دیگه به یه اندازه باشم. ببین الان در واقع اینجوری، الان تو ایکس اس باشه، تو ایکس ال یا ایکس لارج 6 3 4 5 3 4 میاد تو ال جی، سه تاشون کنار هم دیگه قرار میگیرن به صورت مساوی. همین که بیام زیر ال جی میریزم هم میاد 12 نمیشه، بعد درستش کنم. خب میام میام تو ال جی این باشه 6 دست خودم دیگه، این باشه 4، این هم باشه 2. خب میام اینجا الان یه ذره برگردم عقب، ببین 6 4 2. حالا تو این سایز چی؟ تو این سایز میاد این شکلی میشه. حالا واقعا قشنگ میتونی تمپلیت های مختلف رو تو سایز های مختلف پیاده کنی. حالا بریم تو این یکی. این میشه MD. میشه کل داش MD. میذارم باز اون بالا MD. کل داش MD. دیرم باشه کل داش MD. آقا الان شد 3 تا. در واقع 4، همشون 4 هم. میتونی در واقع بیا اینجا اینا رو چیکار کنی، کنار هم دیگه داشته باشی، ولی خب سایز های مختلف. ببین الان به این شکل، اینجا هم اینجوری. حالا تا زیر MD، زیر MD خراب میشه. خب میتونم اینجا بیام برگردم بگم من تو MD میخوام اینا باشن 6، این هم میخوام باشه 6، این هم میخوام باشه 6. یه F5 میزنم و نگاه کن الان اینجا این دوتا کنار هم دیگه جا نمیشه، میشه 12، این میفته پایین. به این شکل در واقع دارید شما پایین اومدنش رو میبینید. خب پس تو سه تا تمپلیت مختلف، سه تا خروجی مختلف دارم میبینم. حالا برم سراغ SM، کل داش SM، کل داش SM به این شکل میتونم قرار بدم داش SM. اینا بلدین دیگه، من فقط دارم تکرار مکررات میکنم. این هم کل داش اس ام. حالا بزنید سه تاشون کنار هم دیگه، نمیخوام سه تاشون کنار هم باشه، این میخوام بشه 12، این بشه 8، این میخوام بشه 4. خب با این دوتا میشه 12، پایینی هم میشه 12. الان نگاه کنید به چه شکل شد، 8 4 12. ببینید چه شکلی درستش کردم، خیلی راحت تونستم جنریتش بکنم. خب تا به اینجا، خب میام میرم زیر این دوباره، اینجا در واقع میشه بین 0 تا 560. همین گزینه کل رو میبینید، این کله همون قضیه XS هست دیگه، XS نذاشته براش، همین کل که دارید میبینید. مثلا من میگم میگم کل باشه 5، کل باشه 7 و این هم باشه کل چقدر 12. الان بریم ببینیم توی این سایز چه شکل میشه. ببین دیدید اینجا شد 5، اینجا 7 و اینجا هم 12. پس کنستم توی 5 تا سایز مختلف، ببین 5 تا تمپلیت مختلف رو وجود به این شکل تونستم پیادهش بکنم. حالا تو پروژه ها به چه شکل ازش بستگی به خودت داره. شما پروژه میتونی بیای مدل های مختلف رو اینجا با وسیله گرید ایجاد بکنی، دست خودت، خودت میخوای که ببینی چه شکلی باشه، میای به این شکل خروجیت رو تعیین میکنی و مدل های مختلف رو میبینی و پیاده سازی میکنی. اون دیگه تو طراح باید تصمیم بگیری که به چه شکل بیاد دیتا ها نمایش داده بشه. اینم گرید بود. بحث گرید رو الان همون چیزایی که میپریدم ازش میگفتم بچا توضیح میدم، کلا هم همین بود. اومدم با چند تا مثال مختلف اینا رو کامل در موردش صحبت کردم. سوال دارید در مورد اینها بپرسید.